تشکر از هماین این افغان گزارشگر خوب ما که در این لحظات بر ما شما گزارش خوبی را تهیه کرده بودن در این بخش برنامه دو جوان فعال با خود داریم در برنامه سیدان ورجان و عبدالله جان خوش آمدید میگم به صبح زندگی صبح هم بخیر باشید. صبح شما بخیر. شب شما هم جنان بخیر. سلامت باشید. بخیر باشید. <تصفح> سیدان چی گفتنی داشته خودت؟ بنامان که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد با خود می نماید و خود سوی می خود مینماید و میخواند سنا و ستایش بیحد بر آسان صفات بیهمتای اهدیت که در کمال رفت و در نهایت اطوفت رخصت سخن گفتن را بر بندگان خیش عطا فرموده است در نخست سال سلام خدمت شما خدمت سلام. تمامی همکاران تکنیکیتان و همچنان سلام های ویژه و گرم خود خدمت تمامی بیننده های عزیزی که همین اکنون ما را از پشت پرده های تلویزیون می نگرند مخصوصا دوستان نهایت عزیزم اساتید نهایت گران قدر مودی صاحب لیسه جناب سید زودین زیا و فامیل نهایت گران تقدیم می کنم سلامت باشین واقعا بسیار زیبا و مقبول خودت کردی، صحبت کردی. ناق نیست که خود تا شاگرد ممتاز دیگه انتخاب کردن در مکتب خب از عبدالله جان میخوایم شروع کنیم در رابطه با اختراعاتی که بر ما انجام دادن میشه کوتا کوتا هر کدامش رو بر ما معرفی کنید چرا که وقت بسیار برنامه بسیار محدود باقی مانده در قدم نخست سلام و احترامات خود خدمت شما خدمت همکاران تکنیکی و خدمت بینندگان که ما را از طریق برده تلویزیونشان مشاهده میکنند. خب عبدالله تخلص محبوب که یکی از فعالان مدنی لیسه عالی عبدالغفور ندیم می باشم و آفره. همچنان عضویت های مختلف کمیته های مختلف را در این لیسه دارا هستم و عضویت فعال ما که در این لیسه در بخش ابتکارات و اختراعات می باشه که بعض از اختراعات را به شما امروز آوردیم و نمایش میتونم بر شما که اختراعی ما هم از لحاظ می باشه و هم از لحاظ بعض فسیلیتیز هسته که کار جوامی را بر ما شما آسان تر می سازه. اولش اختراع ما که می باشه مهم. بی تی سپیکر یا بلوتوت استند اسپیکر است که با بلوتوت سفرچار ای کنکت میشه با تلفن ما و ما می توانیم که از طریق تلفن آدیو و یا ساوند از یه آتپوت بگیریم و انگیزه ای که بر ما زمان ایجاد شد که ما وتر یک چیزه بسازم شما میفهمین که در افغانستان بسیاری بس از دوستا و اقارب ما خارج از کشور از سر و سر هستند و همیشه مادرای ما شما با اسکایپ یا وایبر تماس میگیرن و از لحاظ قوه فیزیک اگر بگویم وقتی که ما می آیپد یا تبلت را در دست خود میگیریم او یک قوه مکانیکی یا الکترومغناطیسی را بر ما تولید میکنه و دستای ما و شما و دستای ما و شما کسل میبانه اما این استان صدا که صدا صدایش از ما استریوس و شکل استروس و ما میتونیم یک تبلت به این شکل بالای ازی بگذاریم امه. و ساوند از امی اسپیکر یا مین پورت این که استک آوت بگیریم که ما میتونیم ایره ای شکل یک سویت داره که ما سویت از وقت فشار میتیم و به این روشن شده و بعد از اینکه روشن شد ما تا سیستم بلوتوت دستگاه خود رفته و شما اسکن میکنیم و میبینین که عبدالله بی تی که نام دستگاه میباشه کنکت میشه و شما میبینید که کنکت چند روز در برگرف آماده کردیش؟ تقریبا گفته میتونم پیش از سه روز یا چهار روز در برگرفت. بسیار عالی. و اختراع بعدی چی است؟ عبدالله جان زود کوتاه. اختراع کوتا. بعدی ما که است که سولار ال لایت است که انگیزه زمان به ما ایجاد شد فکر کنم که یک چیز هست که واقعیت دانشجویان به این ضرورت داره. ما میفهمیم مردم ملت افغانستان همیشه با قلت برق مواجه هستند در زمستان و <applause> نمیتونن از طرف شب انگام همو درس خود بخوانند و ما چون خودم به این مشکل مواجه بودم و خواستم که یک راه آل به پیدا کنم که یک چیز باید به وجود بیاید که ما را از طرف شب انگام کمک کنه که ما درس بخونیم و این لایت که شما میبینید یک سولر ایدی رایت می باشه خودش منبع چارج از سولر است که مستقیم با نور آفتاب چارج میشه و خود. این نور بسیار از قوی را گفته می از خود انکاس می تا. و همچنان این ظرفیت یک پاوروانگ هم داره که پاور بانگ می دستگاه خود هم برش چارج کنیم که مثل چارجر ما یک یو بی پورت داره که مهم. همون یو بی کیبل خود با یو بی پورت از این زد می کنیم و موبایل خود با چارج می بانیم. آفرین آفرین بخواد سیدنور کمی از خودت بر ما که بیشتر از خود ما که خود را در نخست یک بار دیگه معرفی کنم تا بیشتر آشنایی حاصل کنند بیندای عزیز حوالی سالهای 1300 شده جی خورشیدی بود که در گوشه شهر کابل تفلی در به گشود که او را سایدن ور ایمان است ما فرزند مرحوم دکتر سید محمد سرور ایما می باشم و می ترتیب های سوان کودکی خود را پشت سر گذاشتم که خیلی در کودکی ملاقه من سرودن شیر و شاعری بودم مخصوصا زمانی که برادر بزرگم جناب سید عبدالله سرمز شیر دکلمه می کردنم. اما به نسبت کوچک بودنم و بودنم من که به صورت علمی شیر بالاخره دکلمه کنم. خب به می درتی پوان کوله که خدا پشت سر و آمدم وارد مرحله مکتب شدم سن فاول در لیسیالی مریم با پایین رساندم از سن دوم ملا در لیسه عبد الغفور ندیم بسیم میبرم اگر چی که در سنوف ابتدای ما به درجات عالی دست پیدا نکردم بخاطر از که فکر میکردیم مستصل افرادی که به مقامات عالی میرسن تمامشان در رتی اونمو چانس تالی از کونا دارن و من معتقد به ای بودم اما عیسای سه سا وقتی که من در ادوار مختلف زندگی قدم گذاشتم تجربه های پس و بلند زندگی را تجربه کردم و به این چه رسیدم که موفقیت یک چانس نیست بلکه موفقیت یک انتخاب است انسان داره. زمانی که بخواد موفق شود میتونه به قله های پیروزی و فراتر از مرزها حرکت داره. کنه اما قسمی که سخن خیلی بزرگ است که هیچ تلاشی بی پاسخ نمیمانه هیچ عملتان بدون لکسل عمل نیست بکوبید باز می شود بجوید پیدا می شود بخواهید به دست می آورید. این قانون نظام هستی ما متواصل قانون پیش رفتم که خوشبختان از صف ششم تا به حال اول نمره مومی لیسیال بلغفور ندی می باشم و همچنان عضویت در کمیته فرهنگی را دارم و اینجا تعداد از تقدیرنامه و پارچه ماست. هستم بله نام خدا میره. دیگه نامه بسیار زیاد هم خودت گرفتی معلوم میشه که یک جوان فعال هستی و در صورت خوبی را تا این لحظه خودت بعد دست آوردی زنده, باشن زنده باشن و سلامت باشیم واقعا جوانان خوبی را ما در این لحظات برنامه با خود داشتم اما متاسفانه وقت هم روی ما یاری نکرد و نتونستیم صحبت بیشتر همراهشان داشته باشیم ان شاء الله در برنامه بعد دیگه شما رو با خود می داشته باشیم نشترون. بازم موفق باشین سربلند باشین اوقات خوش باشین سلامت باشین